سلام به شما عزیزان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. هرگز این نقاط از بدن رو فشار ندهید. برخی نقاط بدن نقاط عصبی محسوب میشوند که هر گونه فشار یا ضربه به آنها سبب ایجاد درد عصبی شده و عوارض خطرناکی به همراه دارد. شناخت فیزیولوژیک بدن در حفظ سلامت و تندرستی انسان بسیار مهم است. اینکه بدانیم هر قسمت از بدن چه عملکردی دارد و چه عواملی برای آن خطرناک است و کدام نقاط از بدن حساسیت بیشتری نسبت به درد دارند، ما را در تشخیص بیماری و عملکرد بهتر کمک میکند. مورد اول، پیشانی و نوک انگشتان. پیشانی و نوک انگشتان حساس ترین مناطق بدن انسان نسبت به درد هستند. اعمال هر گونه فشار و دردی به این نواحی سبب ایجاد درد در تمام بدن می شود. همچنین بسیاری از رگ‌های عصبی از ناحیه پیشانی عبور می کنند و فشار دادن این قسمت از صورت حتی برای تخلیه جوش نیز درد عصبی فراوانی به همراه دارد و همچنین با تأثیری که بر عصب‌های بدن می گذارد سبب ایجاد حس عصبی شدیدی در فرد می گردد. مورد دوم، بینی. بینی نیز مانند پیشانی داری رگ‌های عصبی فراوان است. بهتر است از فشار دادن بینی جدی خودداری کنید، زیرا این تحرکات به مرور زمان تأثیر بدی بر اعصاب فرد می‌گذارد. مورد سوم، شانه ها. شانه ها نیز از نقاط بسیار حساس به فشار و ضربه هستند و هر گونه فشار کوچک در این ناحیه سبب ایجاد عکس العمل غیر ارادی جهت دفع فشار در فرد می‌گردد. بسیاری از افراد هنگامی که شانه آنها را فشار می‌دهید به سرعت با حرکت دست‌ها عکس العمل نشان می‌دهند که این عکس العمل در پاسخ به درد ایجاد می‌شود. پشت گردن. پشت گردن نیز از نقاط بسیار حساس به فشار و درد است و اکیداً توصیه می شود که از فشار وارد کردن به این قسمت خودداری کنید، زیرا وارد آمدن فشار بیش از حد در این قسمت سبب ایجاد سردرد بسیار وحشتناکی در فرد می شود. زانوها. کاسه زانو نیز بسیار نسبت به فشار و ضربه حساس است و توصیه می کنید به این ناحیه فشار وارد نکنید. قسمت بالای کمر. یکی از نقاط حساس بدن در محل رسیدن عضلات کمر به تیغه های شانه در قسمت بالای کمر می باشد. فشار دادن هر کدام از نقاط گفته شده سبب ایجاد عکس العمل های عصبی و در دراز مدت سبب ایجاد تنش عصبی و تیک عصبی در فرد می شود. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.